نقش پای انگلیس وجب به وجب در وجب به وجب در تمام اتفاقات ما، انگیزه های ما، یعنی عملهای ما و نسبت عملهای اونها و نسبت به اونها اکثر عملهای ملی ما. ریشه یابی این موضوعات در کتاب سیاوش ارسطا سازمان جاسوسی الله موضوعیست که ما در ارتباطش صحبت میکنیم. روشن میشه اون بخش اندیشه حشمت تبرزدی و بچه هایی که تو زندان بوده، از اکبر محمدی گرفته، از منوچهر محمدی گرفته، فخرآور، اکبر گنجی، اینایی که بودن. حالا اینجا همه به اونا میگن جاسوس، نوکر امریکا، این اون نمیدونم هر کنون. اکبر عبدی با آقای کروبی، با آقای کراچی در این تلویزیون پخش شده بودن، حرف زده بودن. خود آقای اکبر گنجی خیلی 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 سوال در مورد اکبر گنجی. حال در ارتباط با محمود دولت آبادی، آقای دکتر میرافتابی عرضای میبودی، این جنگ خلاصه اینها همه میگن دموکراسی، ولی یه نفر توی ایران میره رأی میده، میگه آقا من رأیم اینه، اینا فاشش میدن از خارج از کشور، ترور سنگ باردمانش میکنن. اینا میگن دموکراسی، اونا هم اینه میگن. اگر آقای اکبر تبرزدی عزیزم، برادر نازنین من، با محمود احمدی نژاد هم کلاسی بودن تو دانشگاه، با هم دیگه بودن، جفتشون فعالیت میکردن، حالا این اومده رئیس جمهور شده، آقا قابلیتشون نگاه کنیم ببینیم احمدی نژاد چیکار کرده، احمد نژاد چرا این رو رفت که بقیه نرفتن. به نسبت آمارها هست دیگه، این دشمنی های وسط نظام آمارها رو یک کرا چل کلاق هم میکنه. ولی نگاه کنیم بخونیم این کاری که شد. من اگر رئیس جمهور بودم میرفتم تو تمام شهر، همه بچگی ما آرزوم این بود بریم آقا جمع کنیم مردم شهرستان رو، بشونیم بگیم آقا این بچه ها فوتبال میخوان، استادیوم میخوان، سالون میخوان، بیمارستان میخوان، پرورشگاه میخوان، زایشگاه میخوان، همه اینا رو میخوان. تو کشورشون گنج، چرا نباید داشته باشن؟ اون دولت مرکزی همیشه بی توجه بوده. این آقایان هم که قبلا اومدن سر کار نکردن، این دولت نهم کرده. دولت نهم خیلی کارهای خوب کرده، خیلی کارهای بدم کرده. این پرداختن به هولوکاست و ملاکات، میفهمیم که شما چرا میکنید از جهت ایدئولوژی، چون تمام منطقه این قابلیت رو داره بپذیر شما رو به عنوان رهبران رادیکال این اندیشه. اما از اون ورش اگر نگاه بکنیم، ما مردم، آقا ما با این جامعه کلمی زندگی کردیم، شریف ترین مردم ما توی شهر بخش عظیمی از جامعه کلمی. اگر اون نبودن تو همه تئاتراتون تعطیل بود، سینماهاتون تعطیل بود، خواننده هاتون آقا یه جمعه شب بیرون نمیان، همه کارهای تو لس آنجلس تعطیله، بابروتون کم کنین دیگه، نشستین اینجا حرف مفت میزنین. شریفترین پزشکانی که به جامعه هنری کمک کردن، مثل دکتر کامران بروخی عزیزم، نازنین و گرامی، مثل آقای صفایی، برادران صفایی عزیز که چقدر تلاش میکنن. این کتاب درد دل اهل ذمه، نگرشی در زندگی اجتماعی اقلیت‌های مذهبی در اواخر عصر صفوی، نوشته یوسف شریفی. این کتاب من خواهم براتون بخونم. من فکر می‌کنم این کتاب اگر بخونیم خیلی چیزای دیگه‌ای رو می‌فهمیم که نمی‌دونستیم. این از انتشارات شرکت کتابه. همین بیژن خریدی شرکت کتاب خودمون، من خیلی با این اعتراف دارم، تو روزنامه‌ام نوشتم، اینا که گفتم بدتر از اینا هم نوشتم. من با یک بخشی از اینا موضوع دارم، من موضوع دارم با منوچهر بیبیان، جامعه کلینی که منو تهدید میکرد اسرائیل میدم بکشتت، با گوله نمیدم اینجوری میکنه، ما کلینی ها فلانیم، ما بیستاریم، یه آدمی مثل منو رب از من شکایت کرد که من اونو زدم، با اسلحه زدم، نمیدم با چاقو زدم، یه از مزخ پیر من مثل بابامه منوچهر بیبیانی که خودش من آورده توی امریکا در آنکار تلویزیون چپ شهر زمین راستمی توضیح دادم، مثل بابا من، همسرش مثل مادرم، بچه ها برادر قاهرام هم. ولی منصور سپهبان شاگرد پادو منوچهر بیبیان، نوکر حقیر متملق چابروس، یه مصاحبه با من کرد در استودیو مرتضی برجسته. من همین هایی که دارم میگم و گفتم، چون به من منو تهدید کرده بود، منم همه رو گفته بودم. این اومد چون من آدیوش رو داشتم، اونا ویدیوشو، گفتم آقا اگر ویدیو رو پخش میکنین همه رو پخش کنین، اگر نه من آدیو رو پخش میکنم. منصور خواننده اون موقع منصور نشده بود، یکی دوتا نوار با عبدی یمینی عزیزم تو ایران، عبدیشون سلام. بنا عبدی اون موقع یه کار داده بودیم، منصور چنان بیچاره خیشم که درهم رفته از پیشم، چنان در خود گرفتارم که رونق رفته از کارم. اینو با دادیم منصور خون. من اون موقع هم به ابی یمینی میگفتم منصور باید حرفای خودش رو بزنه که منصور خودش رو بتونه به جلوه برسونه. به هر تقدیر چی میخواد؟ خط 4
آقای عروستای عزیزم روی خط هستن، خط 4 رو هم میگیرم، اجازه این حرفم تموم بشه. من از در اومدم تو منصور اونجا، چون ما موقع داشتیم کار میکردیم زیاد میدارید من رو دیگه باید سلام آقا بارم سلام آقا کردیم منصور جان حالا چطور اینا، با منصور خانم بیبیان صحبت کردم، بس پیش اومد راجع به ایران رو فوش به وطن من و اینا. خب من رو به این موضوع حساسیت دارم، من جالی کسی کوتاه نمیام در مورد وطنم. با ایشون بحث اون شما رفتم، همه واسطه بودم من رفتم، بعد رفتم من شکایت کردن که مسئول اینو اومده ما رو با چاقو زده، ما رو با گوله زده، یک مزخرف بودی رفتیم دادگاه کیس رو باختم، یعنی اصلا باختم دیسمیس. خب من اون موقع روزنامه داشتم، شما فکر کن تو این شهر روزنامه داشته باشم زیر هجوم یه بچه مافیایی رو به اسم هر اقلیتی مسلمان کریمی مسیحی زرتشتی بهایی چه فرق میکنه؟ اگر اونا بدن خب اینا بدن، اگر این کار بده اون کارم بده، اگر اون کار بده اینم بده، چه فرقی میکنه؟ بعد اونی که تو نکنی، وقتی تو میکنی چرا من نگم؟ خلاصه کار ما به اینجا کشید، منم روزنامه دادم، من از بخشی از هموطنانم جامعه کریمه رفیقام، از دکتر بینام کاشانچی عزیزم، از بهرام کاشانچی عزیزم، از مسعود کاشانچی عزیزم، این بینام عزیزم جراح زنانه، چقدر همسران این بچه ها خدمت میکنه، به همه این خورمنده، کامران بروخیم عزیزم، یعنی واقعا کسی نبوده مستی رو کامران بروخیم نگه اتاش رادیوی 24 ساعته و بخش از شریفترین مردمان این شهر، آقای دیلیجانی دانتان رو یه خیابون رو به نام یه ایرانی کلیمی کردم، بابا خجالت بکشیم، شرم کنیم، این همه آدمی با شرف وجود دارن، آدمای بی شرف هم وجود دارن تو همون خانواده، بین منصور بیبیان و منوچهر بیبیان، منصور بیبیان دمش گرم درود به شرفش، خیلی آدم خوبی بوده، من چه دو مثل برادرم دوستش دارم، من بچگی که اینا کمپانی آپولون رو داشتم، من شعرها میدم، من چه خانه بی بی هم میبرد دستاوال تصمیب میکرد، من پولش رو میگرفتم، یک آلای من شعر دارم به حسن مستعار، حالا اینا رو تو سریال یک نفره دارم میگردم پیدا میکنم، آره براتون میذارم گوش کنیم، ولی معلوم از واژگانش معلومه که مال منه، مال بچگی های منه. بعد از این در این که من اومدم اینجا تلویزیون جامعه جمع لس‌آنجلس رو راه انداختی، من اومدم اینجا ساسان کمالی عزیزم تو تلویزیون علیرضا هست، شاهد پوران عزیزمون خدا بیامرزتش مرد، گلی یحیی عزیزمون اینجا برنامه اول جامعه جمع، من و ساسان کمالی گلی یحیی همین چهر وطن اینجا، کسی فکر کسی نیست، اگه از گشنگی الان بمیری برای بردن نعشت یکی نیست، رو من سال 81 رستم امریکا صبح و شبش این شعر رو نوشتم، در برنامه جامعه جمع که خوندم ضبط کردیم یه مصرعش رو بعدا عوض کردم یا افزون کردم بهش. خلاصه شما فکر کن که من یه شماره روزنامه دیدم دیگه اون که باید نمی‌کردم رو کردم، خلاصه خیلی رفیقام درشون شکست، دکتر سهراب یمینی عزیزم این همه محبت میکنه به این بچهای جامعه هنری، به این بچه، به این ژورنالیستا، به اینایی که نیا اینا سرمایه‌های ملی شما هستن، اینو نمی‌فهمن اصلا چی داره می‌گذره، نه یارو که خواننده، اونم که شعر گفته، اونم که آهنگ گفته، آخه اینجوری چرا تو نمی‌کنی، چرا تو نمی‌تونی بگی این سرمایه ملی هنر مردم میهن ما نمیشناسیم، ما هیچی رو نمیشناسیم چه برسه به هنر. به هر تقدیر دکتر اسقر عسکری پزشک نازنین شریف گرامی که پزشک خود منم، دکتر منصور کارآموز، سید منصور کارآموز عزیز و شریف و نازنین گرامی، دکتر جمشید الیس عزیزم، ده ها پزشک، دکتر پرویز نظر عزیزم، این همه اینا جامعه کلمی هست. ما یه پدش داریم دکتر نمازی خواهی عزیزمون دندون پدش که نازنین، که دکتر نمازی خواهی هم به دلیل روابط جنگ شهر اینقدر بنیاد ایمان و اینا ویران کردن که به حساب خودشون لس آنجلس دارن می جنگن با جمهوری اسلامی دیگه، اینا اون بخش سلطنت طلبایی بودن که اون موقع سر کار بودن، پول داشتن، قدرت داشتن، نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، دستشون با صدای الله اکبر این مردم ول کردن رفتن، بعد از 30 سال حالا اومدن باز بره. خب حالا اشکالی هم نداره، باز من میگم آقا دموکراسی دمش کم وطنش دوست داره، مهم نیستم چند سالشه، یادگاریاش پدر و مادرشون چه خاک براش می جنگه حتی به قیمت نابودی خودش، از این برم زیر افترا و اتهام این مردم. باری در این موضوع، در این ماجراهایی که من برای شما از این برنامه توضیح میدم، همه این رو براتون توضیح میدم که مقدمتا بدونید وضعیت من با بقیه تو این تلویزیون ها فرقش اینه که من نوکر وجدانم و فرهنگ ملی مردم هم هستم، من نوکر آرزوهام هم که برم سر خاک مادرم، در مقابل هیچ کس کوتاه نمیاد، من 30 سال اینو تجربه کردم که اینا کاری از دفعه چون بر نمیاد، اون چهار دلیل بله میگرفته تا بقیه، چرا؟ چون دنیا نمیخواد، چی نمیخواد؟ انگلیس نمیخواد، چرا نمیخواد؟ 10,000 موضوع، این یک بخش از این آخوندهای انگلیسی متحجره، نمیدونم بی خدای بی ایرانه، بی قرآنه، بی محمد،
کاری کردن ما رو به جای رسوندن که پرداختیم به خصوصی ترین موضوعات فردیمون، یعنی باورهای انسانیمون، یعنی دینمون. خب با این تشتاتی که پیش اومده، حالا انتخاباته، هر کس هم یه نظری داره، هر کس حق داره که آقا من نمیگی دموکراسی، بذار آقا من هم نظرمو بگم. من نظرم اینه که اگر قرار سخت و مقاومت مردم، اعتراض مردم به جایی برسه که انفجار پیش بیاد، کمک کنیم پیش بیاد، یا چرخ نداریم بریم برای 8 سال بریم اون برای باز دوباره. دو بخش داره، در هر دو صورت چقدر کار خوب انجام میشه، به سود مردم، به سود آزادی، به سود جنبش